در این قسمت دوستان در رابطه با افعال مودال صحبت میکنیم. افعال مودال دوستان افعالی هستند که همیشه باید به دنبالشون یک فعل دومی هم وجود داشته باشه و در واقع همون مفهوم توانستن، باید، ممکن بودن و همچنین در واقع مفاهیمی رو دارند. خب وقتی که مثلا ما در حتی فارسی میگیم من میتوانم، خب من میتوانم ناقص است. من میتوانم چه چیزی؟ مثلا من میتوانم انگلیسی صحبت کنم، انگلیسی صحبت کنم، پس باید حتما یه فعل دوم مثل صحبت کردن، مثل رفتن، آمدن، نوشتن، حتما باید در همچین جمله باشه تا معنی اون مودال رو کامل کنه. خب دوستان در افعال مودال یک خاصیتی وجود داره، در واقع یک خاصه‌ای دارن، یک ویژگی دارن افعال مودال که در سایر افعال آلمانی وجود نداره. اونم این هست که در افعال مودال همیشه فعل دو شخص من و او یکسان هست. فعل من و او یکسان هست. اما برای سایر افعال هیچ تغییری نسبت به فعل‌های دیگه صورت نمیگیره. یعنی دقیقاً مثل همه فعل‌های دیگه صرف میشن، فقط و فقط تنها فرقشون اینه که فعل من و او یکسانه، که این چه بسا حتی صرف فعل ها رو ساده تر هم میکنه، چون فعل ایش رو وقتی بدونیم فعل ار اس و زی که به معنی او هستن رو هم یعنی خود به خود میدونیم. خب در اینجا دوستان صرف افعال مودال رو در ابتدا میگیم و بعد جمله سازی میکنیم با این افعال. فعل کنن فعل اول هست دوستان، فعل کنن به معنی توانستن. خب ایش کان، ببینید کلن فعل بیقاعده است، یعنی ریشه فعل عوض شده. ایش کان، من میتوانم. پس همونطور که مشاهده میفرمایید ار و اس و زی هم کان هست، یعنی ار کان، او میتواند، یا اس کان، یا زی کان، یعنی او میتواند. خب اما برای دو به همین ریشه یک استی اضافه میکنیم که میشه دو کانست، یعنی تو میتوانی. پس یک بار دیگه ایش کان، میتوانم، دو کانست، تو میتوانی، ارکان یا اسکان یا زیکان، یعنی او میتواند. خب برای ویر و دوتا زی باز دقیقا مطابق قاعده همیشه فعل در واقع یکسان هست و مساوی اصل فعله، یعنی باید بگیم ویر کنن، ویر کنن یعنی ما میتوانیم، زی کنن آنها میتوانند، و زی کنن شما به صورت محترمانه میتوانید. اما برای ایا یا همون ایر در واقع به معنی شما، شما چند نفر، باز یک تی به پایان ریشه اضافه می کنیم که میشه ایر کنت، ایر کنت یعنی شما می توانید. خب اما میریم سراغ فعل دوم، فعل دورفن هست دوستان. فعل دورفن به معنی توانستن یا مجاز بودن هست. در واقع برای یه کارهایی بیشتر استفاده میشه که ما مجاز هستیم. مثلا میگیم آیا من مجاز هستم یا من مجاز هستم در اینجا پارک کنم. اوکی، معنی توانستن و توانایی رو کمتر داره، بیشتر حالت مجاز بودن رو داره. خب اما فعل دورفن رو چطور صرف میکنیم؟ ایش درف، من میتوانم، حالا خیلی ساده بخوام بگیم من میتوانم، یعنی من مجاز هستم. دو درفست، ار درف یا اس درف یا زی درف. باز ببینید فعل ار اس و زی یعنی کلن فعل او مساوی فعل ایش هست. ویر دورفن باز اصل فعل که دوتا زی هم باز دورفن هستن، یعنی زی دورفن آنها می توانند و زی دورفن شما به صورت محترمانه می توانید. و ایر دورفت، ایر به معنی شما، شما چند نفر، ایر دورفت شما می توانید به این صورت. پس ایش درف، دو درف.